آتش سوزی در یک سایت نفتی در بندر السدره لیبی که از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد این سایت که یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی لیبی است به گفته مقامات دولت اعتلافی توسط مخالفان و با پرتاب موشک از روی قایق مورد اصابت قرار گرفته است روز سهشنبه گذشته همچنین یک خودروی بم گذاری شده در خارج از هتلی که میزبان پارلمان لیبی در توبروغ در شرق لیبی بود باعث زخمی شدن 11 نفر از جمله سه نماینده پارلمان شد مقامات لیبی از ماه اوت گذشته که ترابلوس سقوط کرد به این شهر پناه آوردند ترابلوس اکنون در دست گروه فجر لیبی است که ائتلافی از گروه های شبه نظامی اسلامگراست دولت رسمی لیبی قراردادی را به مبلغ 6 میلیون دلار با یک شرکت آمریکایی برای خاموش کردن آتش منعقد کرده است